که گناه کبیر انجام میده یعنی من خدا رو قبول ندارم. خب شیطون که بی بغلم عزیزم، خیلی واضحه، اون میاد سراغت. یعنی اینجور کسا احتمال اینکه شیطان سراغشون بیاد از این نوع شیطان که به اون وسوسه تا دلتو همیشه پیششون هست، خود اینا به شیطان درس میدن، خب از این نوعی که بهشون رجوع کنه احتمال وقوع در این افراد خیلی بیشتره. و اینه کسی که ایمان به خدا داره، نمازشو داره میخونه، حالا یه با دروغ هم میگه توبه میکنه، مؤمن اگه گناه بکنه سریع پشیمونی تو دلش حاصل میشه. بعضی موقع دیگه شیطان ما رو گولمون میزنه، میگه من زایی هست این گناهی که من کردم، میگه به خدا میگه نه، این خیلی حرف خطرناک، خودش گناه کبیر است، مثل کار ابلیسه. بابا این همه ما قول دادیم خرابشیم، نه صد بار اگر توبه شکستی بازا، خدا ارحم و راهمینه. با کدوم یکی از مواردی که فرموده دقیقاً با عدالتش برخورد کرده خدا؟ ما میگیم خدا با ما با عدالتت برخورد نکن، با رحمتت برخورد کن. بخواد دقیق مور از ماس بیرون بکشه یکیمون بهش نمیره، هممون جهنمیم. طرف میگه گناه نکردم، مثلا یه هفته است یه نوع گناه خاص انجام نمیده، طلب داره خدا من یه هفته است این کارم چرا این درست نشد؟ تو چشت کور دندت نرم گناه نگیر، وظیفت بود نباید گناه میکردی. میره مثل کیه؟ مثل را پلی طرف تو جاده داره میاد، مثلا چه شهر کلا این راننده خاطی کل شهر میشناسنش، یه هفته است کماکان با 180 تا میره، دستی میکشه، زنج چرخ نداره، گند زده به کل خیابون، من تو یه هفته است کمربند ایمنی میبنده. بهم چرا من جریمه میکنید؟ من کمربند ایمنی میبندم فلان، تو وظیفت بوده. و جالب اینجاست کمربند ایمنی بسن برای خودت خوبه، میگه این گناه اون دنیا میفهم. انقدر خوشگل خدا میگه، میگه نمیفهمید دارید آتیش میخورید، مال هر اون وقت دارید میخورید، میگه آتیش دارید میخورید. ای بنده خدا رفتیم میشه جشن تولدی چیزی هم حالتون جا بیاد، جشن تولدی بود و رفتیم، بنده خدا کیکار که خورد، حالا جالب من رسیدم کیک تموم شد الحمدلله، ما رسیدیم کیک تموم شد و کیک خورد خوشمزه، چه کیکی بود و داشتن ما رو دلمون رو میسوزوندن، مثلا مال خودتون چه کیکی بود. بعد اینجوری که یه پر سوسک اومد بیرون، گفتم حالتون جا میاد. خب بعد یه پر سوسکی اومد بیرون و اینا حالا را مسترا اوغ میزنن همشون. خب من نشستم بغل نگاش میگم میخندیدم، گفتم خدای قربونت حکمتت برم که اصلا چی صاف میذاری تو کاسه یه رفر. خب حالا داستان سر چیه؟ سر اینه که ببین فکر میکنه کیک خوشمزه خورده، نمیدونه چی خورده، گرفتی چی شد؟ فکر میکنه باریک عجب 200 میلیون تومان چاپیدم از فلان جا، انقدر نزول گرفته، آقا دزدی کردم. میگه دارید آتیش میخوری، دارید سوسک میخوری، کیک نیست.